نام جوزف فیتزل به عنوان یکی از بدنامترین افراد در زمینه سوء استفاده جنسی در تاریخ ثبت خواهد شد. این مرد اتریشی شیطان صفت که اکنون 88 سال دارد، دخترش الیزابت را به مدت 24 سال زندانی کرده و در این مدت با تجاوز به الیزابت از وی صاحب 7 فرزند شد. اما فیتزل در مصاحبه های خود در مورد این جنایت چه گفت؟ در سال 2008 و تنها 10 روز بعد از دستگیری و زندانی شدن به خاطر حبس کردن و تجاوز به دخترش، جوزف فیتزل در مصاحبه‌ای در مورد علت انجام این جنایت گفت. رودولف مایر وکیل فیتزل این مصاحبه را ترتیب داده و مدعی شده بود که هدف از این مصاحبه روشنگری در مورد ماجرا و تغییر قضاوت یک طرفه رسانه ها از آن و هیولا نامیدن موکلش است. فیتزل در این مصاحبه مدعی شد که هدف اصلی از حبس کردن دخترش به مدت 24 سال و تجاوز به او در واقع نجات دادن او بوده است. وی در این باره چنین گفت که از زمانی که وارد مرحله بلوغ شد، الیزابت دیگه کارهایی که به او گفته می شد را انجام نمی داد. او به یک باره دیگه از دستورات من اطاعت نمی کرد. او تمام شب رو توی کافه ها میگذروند در حالی که بوی الکل و دود میداد به خونه برمیگشت. من سعی کردم او رو از این باتلاق نجات بدم. براش به عنوان گارسون کار جور کردم، اما روزایی بود که او سر کار نمیرفت. فیتزل میگه که دخترش دوبار سعی کرده از خونه فرار کنه و با اشخاصی که استانداردهای اخلاقی مشکل داری داشتند خوش بگذرونه. او در ادامه میگه که به همین خاطر بود که من مکانی رو آماده کردم که به او یک شانس دیگر بدهم، به اجبار برای اینکه او را از تأثیرات بد فضای بیرون دور نگه دارم. جوزف فیتزل که مهندس برق هم بود، در دهه 1960 هم به تجاوز متهم شده بود و در 28 آگوست 1984 الیزابت رو در سن 18 سالگیش زندانی کرد. فیتزل الیزابت رو مجبور کرد که برای او و مادرش نامه بنویسه و بگه که به یک فرقه پیوسته و دیگه نمیخواد با اونها زندگی کنه. الیزابت در نهایت در 19 آگوست 2008 آزاد شد. این اتفاق زمانی رخ داد که بزرگترین دختر الیزابت به نام کرستین بیهوش شده و جوزف موافقت کرد که او را به بیمارستان ببرن. تا اون روز الیزابت بیش از 8516 روز رو در اتاقکی در زیرزمین گذرونده و فیتزل اعتراف کرد که از مدتها قبل به ایجاد سلولی برای نگه داشتن دخترش فکر می کرده. در ادامه در مورد جنایتش میگه که فکر میکنم هول و هوش سال 1981 یا 1982 بوده که شروع به ساختن اتاقکی در زیر زمین به عنوان سلولی برای او کردم. جوزف فیتزل میگه که با بتون ضخیم و فولاد این اتاقک رو ساخته و در برقی اون رو طوری ساخته که بتونه از راه دور اون رو قفل بکنه. این پدر سنگدل در مورد ادامه ماجرا میگه که سپس دیوارها رو رنگ کردم، یک وان کوچیک، یک دستشویی، یک تخت خواب و زنگ برقی، یک یخچال و برق به اون اضافه کردم. در سال 1988 الیزابت برای اولین بار باردار شد و دخترش کریستین رو به دنیا آورد. فیتزل میگه که با دادن کتاب‌های پزشکی در مورد زایمان و دادن حوله و دستمال کاغذی به دخترش سعی کرده که دخترش رو آروم بکنه. در ادامه میگه که برای من داشتن یک خانواده دوم مناسب در زیر زمین بسیار عالی بود. داشتن زن و چند بچه. یکی از نوزادان پسر الیزابت فوت شد و فیتزل بدن او را سوزاند. این
مصاحبه فریتزل این اتهامات رو رد کرد که او دختر و فرزندانش رو تهدید کرده. در صورت تلاش برای فرار اونها رو با گاز خواهد کشت. اما در ادامه در این باره گفت که متاسفانه باید بگویم که به آنها گفتم هیچ وقت نمیتوانند از در عبور کنند. زیرا در صورت تلاش برای فرار دچار برق گرفتگی شده و خواهند مرد. با گذشت زمان بچه ها بزرگتر می شدن و زیر زمین جای کافی برای زندگی 7 نفر رو نداشت. در یک نیمه شب وقتی الیزابت خواب بود، جوزف 3 تا از کوچکترین بچه ها که هنوز نمی تونستن حرف بزنن رو برداشت و به طبقه بالا آورد و جلوی در خونه گذاشت. روز بعد هم الیزابت رو مجبور کرد که یک نامه بنویسه. در این نامه گفته شده بود که این بچه ها حاصل رابطه های کوتاه مدت الیزابت هستن و اون به خاطر شرایطی که داره نمیتونه ازشون نگهداری کنه و از پدر و مادرش خواهش کرده بود که این بچه ها رو نگه دارن و شکمشون رو سیر کنن. به این شکل بود که جوزف و روزماری به صورت قانونی این 3 بچه رو به سرپرستی گرفتن. دادگاه جوزف فریتزل به کجا رسید؟ در سال 2009 دادگاه او را در تمامی موارد اتهامی، قتل غیر عمد، به بردگی کشیدن، زنا با محارم، تجاوز، اعمال خشونت و زندانی کردن بیدلیل متهم شناخت. او در کمال آرامش نتیجه دادگاه را پذیرفته و از حق خود برای درخواست تجدید نظر خودداری کرد. در نهایت جوزف فریتزل به حبس ابد در یک بخش مخصوص برای جنایتکاران روانی در زندان استرالیا محکوم شده و تا به امروز در این زندان زندگی می کند. جوزف در یکی از دادگاه‌هاش میگه که من میخوام از زندگیم یک رمان بنویسم و اون خونه‌ای که الیزابت توی زندانی بوده رو هم در معرض عموم در بیارم و ملت برن از اونجا دیدن کنن و از اونها ورودی بگیرم. من با این کارم میتونم خیلی آدم پولداری بشم. و اون گفته میخوام اسم رمانم رو و این خونه‌ای که قراره به معرض عموم بذارم رو بذارم خانه وحشت. جوزف فریتزل در زندان اسمش رو تغییر داده تا شاید از بدنامی فرار بکنه و خودش رو به عنوان یک قربانی معرفی کنه. او ابداً باور نداره که اشتباه کرده و تصورش اینه که مشکل به عدالت دادگاه برمیگرده و دولت به اشتباه او رو زندانی کرده. سرگذشت الیزابت از یاد رفته که برای 1/4 قرن رنگ آفتاب و هوای تازه رو ندیده بود، به شدت افکار عمومی اتریش و حتی دنیا رو جریحه‌دار کرد. الیزابت به دستور دادگاه اسم جدیدی داره و قانون هم سفت و سخت از فاش شدن هویت جدیدش خودداری میکنه. الیزابت یکی از فرزندانش رو از دست داده و حالا با 6 فرزندش در یکی از مناطق هومه اتریش زندگی میکنه و البته محل زندگیش هم مخفی مونده. فرزندانش که الان بین 17 تا 31 سال دارن در اتاقای شخصیشون که درهاشون هم باز میشه میخوابن و دیگه زندانی کسی نیستن. میگن که تک تک اونها جلسات رواندرمانی پیچیده ای رو پشت سر گذاشتن تا از ضربه های روحیشون کاسته بشه. خانه 2 طبقه اونها توسط دوربین های مراقبتی تحت نظره و چند مامور پلیس به صورت شبانه روزی از اون محافظت میکنن. هر زمان که بیگانه ای به خونشون نزدیک میشه توسط افسران پلیس از محل دور میشه. و هر زمان هم که خبرنگاری وارد روستا میشه، اهالی روستا اون رو متفرق میکنن و اجازه نزدیک شدن به خونه الیزابت رو بهش نمیدن. الیزابت الان مشغول به زندگی کردنه، رانندگی یاد گرفته و به فرزندان کوچیکش توی درس و مدرسه کمک میکنه. یکی از خیشاوندان نزدیک الیزابت میگه که اون علاقه زیادی به خرید کردن داره، کاری که برای 24 سال از اون محروم بوده. همچنین گفته میشه که این خانواده در ابتدای ورودشون به دنیای واقعی ابداً مشکل مالی نداشتند، چرا که دولت اتریش مبلغ 54 هزار پوند رو به عنوان کمک هزینه اولاد به الیزابت داد.
پزشک ارشد بیمارستان گفته که برای این خانواده حتی یک ابر هم چیز عجیب غریبیه. بعد از آزادی الیزابت وسواس بی حد و مرزی به تمیزی پیدا کرده و میگه که روزی 10 بار دوش میگیره. رابطه او با مادرش روزماری البته به زمان بیشتری برای ترمیم نیاز داره، چرا که الیزابت باور نمیکنه که مادرش از این جنایت پدرش بی خبر باشه. گفته میشه که روزماری بعد از رسوایی خونه و زندگیش رو گذاشته و از اونجا فرار کرده و حالا با دوختن کیف‌های خونگی و نقاشی کردن امورات خودش رو میگذرونه. و یک اتفاق خوب در سال 2009، یعنی حدوداً 1 سال بعد از رهایی الیزابت، او تونست عشق زندگیش رو پیدا کنه. او با فردی به نام توماس واگنر وارد رابطه عاشقانه شد، یکی از نگهبانهایی که قرار بود از الیزابت و خانوادش محافظت کنه. توماس که 23 سال از الیزابت جوان تر بود با این دختر رنج دیده ازدواج کرد و اونطور که پزشک ها گفتن این رابطه رمانتیک کمک شایانی به بهبود حال روحی الیزابت کرده. الیزابت از 18 سالگی تا 42 سالگیش رو زندانی بوده و الان 57 سال سن داره. همچنین با درخواست الیزابت زیر زمین خونه فریتزل به طور کامل با سیمان و بتون پر شد تا فرد دیگه به اونجا نره و به عنوان جاذبه توریستی هم از اون استفاده نشه. از این پرونده در سال 2021 یک فیلم ساخته میشه به اسم Girl in the Basement، یعنی دختری در زیر زمین. خیلی ممنون که به من گوش دادین. خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد این پرونده کامنت کنید. با امید روزای بهتر، بای بای.